وزارت شهرسازی و مسکن قصد دارد 10,000 واحد مسکنی را با مشارکت بخش خصوصی در هرات ایجاد کند. وزیر شهرسازی تاکید دارد بررسی های نخستین در مورد ساخت این واحدهای مسکونی صورت گرفته و زمین آن نیز مشخص شده است. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت هرات میگویند بازرگان ها بدون مشارکت حکومت نمیتوانند در این پروژه سرمایه گذاری کنند. حسینی خواه گزارش میدهد. مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن کشور میگویند این وزارت قصد دارد 10,000 واحد مسکونی را با مشارکت بخش خصوصی در نقاط گوناگون هرات ایجاد کند. وزیر شهرسازی در سفرش به هرات تاکید دارد بررسی های نخستین در مورد ساخت این واحدهای مسکونی صورت گرفته و زمین آن نیز سروی شده است. و این نیاز دارد به سرمایه گذاری سکتور خصوصی و حکومت به او اندازه به شما معلوم است که ما پولی ذخیره در بودجه نداریم که بتانیم در همچو سرمایه گذاری را خود ما بکنیم. وزیر شهرسازی تاکید دارد که حکومت برای ساخت این واحدهای مسکونی بودجه کافی را در اختیار ندارد. از همین رو بخش خصوصی و بازرگان ها باید در ساخت این واحدهای مسکونی سرمایه گذاری کنند. و سوی هم مسئولان در ریاست شهرسازی هرات میگویند یک قطعه زمین در شمال شرق شهر هرات برای ساخت این واحدهای مسکونی مشخص شده است. زمین ما به دسترس داریم، زمین هست، مربوط به حکومت هست زمین و وقتی که بخش سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی با ما از طریق مشارکت عامه شروع به کار کنند در او فواید برنامه منفعت طرفین واضح هست و مطابق از او کار انجام میشه، هم برای سکتور خصوصی، هم برای حکومت و هم برای استفاده کنندگان در شهر ده عظیمی از او برنامه مفیدیت خواهد. در همین حال مسئولان اتاقهای تجارت هرات میگویند تا زمانی که حکومت در ساخت این واحدهای مسکونی مشارکت مالی نداشته باشد و برای سرمایه گذاران سهولتهای لازم را فراهم نکند، بازرگانهای فعال در هرات نمیتوانند در این پروژه سرمایه گذاری کنند. حکومت در سرمایه گذاری خود ضمن از این که زمین را به اختیار بخش خصوصی میگذاره باید مشارکت کنه، به خاطر که تا حکومت مشارکت نکنه کمتر مردم در شرایط فعلی جرأت میکنن روی کارهای ساختمانی سرمایه گذاری کنند، به خاطر که متاسفانه سرمایه گذاری که در بخش ساختمان شده چنان بازدهی نداشته به افغانستان. مسئولان ریاست اتاقهای تجارت هرات میگویند بازرگانهای این ولایت به سرمایه گذاری در بخش املاک و ساختمانسازی با دیده شک می نگرند، چرا که سرمایه گذاری در بخش مسکن طی سالهای پسین نتیجه خوبی نداشته و صنعت ساخت و ساز و مسکن با رکود روبرو بوده است.